سلام دوستان عزیز با سوالت امتحان گواینامال نامه ما آلمانی در خدمتتون هستم قبل از اینکه شروع بکنیم خواستم به این موضوعی بپردازم و اینکه خیلی از دوستان هنوز کماکان میان دو کامنت ها مینویسن که, می که چیجوری جوری میشه کانال یوتیوب رو در حقیقت ابونیان کرد یا سابسکرایب کرد و چی جوری میشه به همه ویدیوها دسترسی دا داشته باشن من توضیح کوتاهی میدم شما موقعی که این کانال دوچ پرزیش تیوی رو سرچ کنید و یا روش کلیک بکنید وارد صفحه اصلی کانال میشید سمت راست میبینید نوشته ابونیغن یا سابسکرایب یعنی عضو شدن در این کانال یوتیوب مگه شما روش کلیک بکنید عضو کانال میشید و همیشه در جریان هر ویدیویی که آپلود بشه قرار میگیرید علاوه بر این اگه اون بالا مشاهده کنید نوشته او خب خواهم همین صفحه اوله روی ویدیوها کلیک بکنید ویدئوز که تمام ویدیوهایی که تا به امروز بوده لیست میشن زیر هم دیگه میبینید که برای سوالات گواهی نامه هست جملات کاربردی آلمانی و امتحان و نمونه سوالات امتحان به اینس به اتفای و امتحان لبن این دوچلند یا همون پولیتیک یا این موکس است در حقیقت همه مطالب که شما برای امتحان نیاز دارید در این کانال پیدا می کنید روی پلیلیست که کلیک بکنید همونطور که می بینید همه چیز مجزا لیست شده یعنی شما میتونید دقیقا برید سر همون پلیلیست به طور مثال گواهینامه تمام ویدیوهای گواهینامه نامه لیست میشه و یا امتحان های اینز رو به اینز او که کلیک بکنید تمام ویدیوها لیست میشه و الی آخر بله دوستان خب رسیدیم به سوالات گواهی نامه من در حقیقت تصمیم گرفتم که یه متد جدیدی رو استفاده کنم برای یادگیری سوالات گواهی نامه و اینکه سعی میکنیم که فصلی بریم جلو یعنی به طور مثال الان من به شما تمام تابلوهایی که باعثی برای امتحان تئوری گواهینامه یاد بگیرید و تمام تابلوها رو پشت سر هم با هم کار میکنیم جوابای درستش رو بهتون میگم و که تموم بشه به طور مثال مرحله بعد بیریم سراغ ویدیوها تمام ویدیوها رو با هم چک میکنیم در از فصلی میریم جلو به جای دفترچه ای که سوالا در حقیقت در هم هست فصلی موقعی که بریم جلو با این متد جوابای درست بهتر تو ذهنتون میمونه و فکر میکنم بهتر آماده میشید بله خب سوال اول با همگی شروع میکنیم به طور مثال همده که میبینید 162 تا سوال راجب فکیه سایشن به معنی علامت های راه رانندگی هست خب سوال اول نمیشه واسه بدویت دیزس فکیه سایشن میگه این علامت راهنمای رانندگی به چه معنیه؟ خب این دیگه زبدر داره نشوندهنده یه مسیریه که قطارها رد میشن و یه علامت برق هم داره خب گزینه ها هر سه گزینه درسته میبینید که گزینه درست تیک خوردن نمیشه از ایما سو وارتن ونزیش این شینن فارسوگ نیاد میگه باید صبر کنید توقف کنید وقتی که یک قطار نزدیک میشه هین وایس آف فوهندن الکتریش میگه در اطلاع, اطلاع میده به شما که مسیر برق هوایی اونجا موجود هستش ده شینن حت ایما فوگانگ میگه قطار همیشه حق تقدم داره سوال بعدی نمیشه وقاف وایس دیز فکر سایشن کمبیناسیون هین میگه این ترکیب تابلوهای راهنامه رانندگی چه معنی رو میدن خب میبینید یه قطاره و حداکثر سرعت ده نوشته آف آن بان اوبا گانگ میگه به مسیر عبور قطاری که دنشین شین نو می 10 kmh بفارن میگه مسیر عبور قطاری که قطارها فقط با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت اجازه دارن از اونجا رد بشن که منطقی نیستش. اند ایش اب هیا میت ماکسیمال 10 کیلومتر پر استونده هران فارن میگه من اجازه دارم اینو شو در حقیقت من اجازه دارم که با سرعت حد 10 کیلومتر بر ساعت از این مسیر عبور بکنم درسته؟ دن ایش میت ماکسیمال 10 کیم ها اوبر کبرن دارف که من با سرعت حد ده کیلومتر اجازه دارم که از این مسیر عبور قطار عبور بکنم. Was ist bei dieser Ampel mit Grundfallschild erlaubt? میگه چه چیزی مجازه موقعی که یک آمپل یا همین چراغ راهنمای رانندگی میبینید که یک فلش سبز داره؟ خب اون که این تابلو هست در حقیقت برای کسایی که میخوان الان چرا قرمزه برای کسایی که مستقیم میخوان به طور مثال برم باسه صبر کنن ولی کسایی که میخوان دست راست بپیچن بسی بیان تا سر اون تقاطع توقف کنن نگاه کنن اگه ماشین نمیاد اجازه دارن علاقه میگه چرا قرمزه رد چن گزینه درست رو براتون میخونم همین که عرض کردم نوشته رشت اب بیگن آستم رشتن فاشت رایفن نخ فوه نیمن بهندت او دا میگه سمت راست پیچیدن از مسیر سمت راستی بعد از اینکه یک توقف کوتاهی داشتید در حقیقت وقتی که هیچ کسی مسیرش مختل نمیشه و یا کسی مورد در حقیقت خطر قرار نمیگیره گذین های دیگه نوشته قیس اب اون انسو حالتون یعنی پیچیدن بدون توقف که اشتباه است قیس نو و آمپل میگه میتونید راست بپیچید فقط وقتی که تابلو سبز. در حقیقت چرا راه نمایی سبزه که اشتباه خب دوباره همون سوال پرسیده نوشه و میشه بای دیز امپل میت گون فال شید فور دم اب هالتن میگه کجا با هستی ممکن تابلو رو میبینید توقف بکنید اند هالت لینیه برای اون خط توقف که اگه داشته باشه خیابون ون کاین هالت لینیه فورهاندن است فور د کروزنگ اور ان میگه اگر خطی نداره قبل از تقاطو و اون خروجی با صبر بکنید گزینه آخرم که نوشته اسموس نیست انگه هالتن که اشتباه است میگه نباستی توقف کنیم که گزینه درست نیست دوباره همین سوال منطقه با یه شکل دیگه نوشته زی بولن ان دیزه فایل شیلد نخشت اپ بیگن ویلچست به حالت نیست خشتش میگه میخواید بپیچین چه رفتاری درسته مون که این تابلو میبینید گزینه ها ایش حالت فورد کویتسونگ ان من قبل از تقاط سبر میکنم در حقیقت وای میستم درسته اش موس اینه به هندرون اندرا فکیر سایل نما aus schließen به معنی این که من باید در حقیقت هیچ صد معبر برای کسایی که دارم تو اون خیابون اصلی در حقیقت دارم گذر میکنن ایجاد نکنم بعد نوشته گذر خیلی نمیشه اشتاف آفید فاشت غایفن غشت سب بگن میگه من اجازه دارم که از هر مسیری که دارم میرم دست راست بپیشم که اشتباه است شما میخوایم این دست راست باستی تو همون مسیر دست راستی از قبل اومده باشید تا بعد بپیچید یعنی نمیشه مانور داد جلوی بقیه ماشین ها خب وی فهالتن زیزش با دیزم فکر سایشن میگه این چراغ و ده ببخشید این تابلو راه رانندگی رو میبینید چی رفتار میکنید خب علامت اختار هست و رعایت حق تقدم گشمینش کایت فمیندان سرعتتون کم میکنید به قمز به قاید زاین آماده ترمزگیری nach dem von rechts kommenden Verkehr nur den von rechts kommenden Verkehr beobachten. Ich که dass die aus dem که صحیح نیست خب دوباره اینجا نوشته واس موسن با diesem فکر سایشن بروک میگه شما باستی موکین تابلو رو میبینید به چه چیزی توجه کنید چه چیزی رو در نظر بگیرید اختاره و شیبه ده درصد نشون میده نوشته با لنگر به تیتیگون ده برمز کن دی برمز ویرکون نخلاسن میگه موقعی که طولانی مدت ترمزو میگیرید میتونه که عملکرد ترمزو پایین بیاره درسته گزینه آخر هم نوشته ده برمز ویگ ایس ایم آلس این ده میگه طول خط ترمز در سر و شیبی طولانی تر از مسیر مسطح یا همون صاف هستش این دو گزینه درستن خب وی فرحالتن زیدش با دیزم فکیر سایشن میگه این مکین تابلو رو میبینین چه رفتاری میکنید خب میبینین شما این اختاره که از روبرو داره ماشینی که میاد مسیرشون مستقیمه این دست راستی خب طبیعتا شما هستید که وارد یک جای در مسیر تنگ میشید یعنی جلوتون احتمالا حالا یه جدولی چیزیه قادتا ما سب کنید و ماشین روبرویی بره به این ها چی میگن؟ نمیشه دمگیگن فکیه فورانگ این میگه فقط اونی که داره از روبه رو میاد و بهش مسیرش رو بدید که چون را حق تقدم داره داره تو مسیر خودش میخواد بیاد و از اول اون رد چه با فاشت غایفن فیو این غیشتون دست غایس فشلوس ففاغن انوندن نوشته که وقتی که دو مسیر داره میره در یک جهت باید حواستون باشه که سریعا مسیرتون رو در حقیقت تغییر بدید چون نشونده یه شیبه تنده یعنی باید دقت بکنید که سریع تغییر مسیر بدید که تو جاده بمونید گذار آخر هم نبشه وینزی بایز فای این, لینکن همزی ابسلوت فرگنگ میگه اگه شما اینجا تو سمت چپی اگه داشتید میرفتید کاملا حق تقدم دارید که اشتباه است خب میگه سی زین دیزست فکیه سرشن میگه می این تابلو رو میبینید حساب چی رو باید بکنید خب اختاره و علامت دهده حقیقت ده اختار هستش و نشون میده که از دو جهت ماشین داره حرکت میکنه گذینه ها مید بلندونگ دوشتن گگند فکیه بای نخت میگه حساب اینو باید بکنید که احتمالی این داره که دیدتون کور شه به دلیل ماشین هایی که رو میان در شب گزینه دو نمیشه میت فوگان دس گیگن فکیه یعنی با حق تقدم اونی که داره رو به رو میاد که نه این تابلو معنی نمیده میت گیگن فکیه یعنی با واسه حساب اینو بکنید که از رو به رو ماشین میاد درسته خب سوال ده نوشته ورچس فالتن فلانگت دیزس فکیر سایشن فون اینن میگه ما که این تابلو از شما چه انتظاری داره که چه رفتاری رو بکنید خب اختاره و اینکه بچه‌ها حالا دارن تو خیابون میدونن هر سه گزینه درست در گشفیندش کاید فمیندان سرعت رو کم کنید هکس آف بالاترین دقت رو بکنید حواستون جمع باشه بغمز بقاید شافت یعنی آماده یه ترمزگیری باشید سوال 11 نوشه واقعا وایس کمبیناسیون فون فکر سایشن هین میگه این ترکیب تابلوها چه معنی رو داره گزینه درست رو بهتون میگم نوشه آف اینه گفایش داله هنگ, هنگ فردن میگه به یک محلی که میتونه خطر داشته باشه که مرتبط با اسپا است یعنی مس جایی که احتمال محل عبور اسپا میتونه خطر داشته باشه باید دقت بکنید خب دوباره نوشه وقاف وایس دیز کمبیناسیون فون فاکیاسایشن هین میگه این ترکیب تابلوها چی رو به شما میگه خب گزین درست نوشته آف آینه Gefahrstelle im Zusammenhang mit äh, gespannt vor به یک در حقیقت یک اختاب شما میده در محلی که میتونه خطرناک باشه در ارتباط با در حقیقت منظور از گشپان فور ورکن یعنی وسایل نقلیه ای که کشیده میشن و یا همون که میتونه معنیش باشه خب سوال بعدی نوشته زی فارن اوسا اورتس ان دیزم فرکیر سایشن میگه دارید بیرونه در مسیرهای بیرون شهری از این تابلو گذر میکنید در کنارش این ولچا انفرنونگ ایست دی سو اوارتن میگه در چه فاصله ای باعثی شما انتظار اینو داشته باشید که اون محلی که احتمال خطر وجود داره سر راهتون باشه سپیشن 150 متر و 250 150 متر یعنی بین 150 تا 250 متر آ... بعدی میتونه خطری سر راهتون سبز بشه خب سوال بعد نمیشه بقاف موسن زیزش بای دیزن فکر سایشن میگه حساب چی رو با خودتون رو برای چه چیزی آماده بکنید وقتی که این تابلو رو میبینید خب علامت اختاره و این پایین هم خب دارن اسکی اسکی میکنن دقافتاس یعنی بایستی خودتون رو برای این آماده کنید که اندفاع بان وینتاش بورد بتریبن وید در مسیری که دارید میرید ورزش های زمستونی انجام میشه بله آفت شنی و نشنی او دا آیس گلیت هشت روی این جاده برف و یا یخ زدگی امکان داره وجود داشته باشه گذارم خیلی نمیشه وینتاش بورد دوم و آفتیم میگه ورزش های زمستونی فقط روی پیاده رو اون خیابون اتفاق میفتن که درست نیست ویفهنززبایدیزنکسین میگه این تابلوه رو میبینید چه رفتاری میکنید خب اختار پیچ شدید به سمت راسته نوشته گشپیندشکاید فمیندان سرعتتون رو کم میکنید میگه می تا که میتونید سمت متمایل به راست حرکت میکنید میرونید گذا می نوشه گلایش ناخت غشس کوو کفتیک میگه بعد از اولین پیچی که پیچیدین سریعا شتاب میگیرید پاتونو رو میذارید رو گاز که اشتباهه چون بعدش هم دوباره که به راست پیچیدیم دوباره یه پیچ دیگه به سمت چپ میاد بله دوستان امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید همونطور که گفتم تمام تابلوهای تابلوهای راهنمای رانندگی رو با هم دیگه کار میکنیم و اگه سوالی چیزی دارید میتونید کامنت بنویسید اگرم ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایک کنید تا ویدیوهای بعد بدرود